تبعیز رسانه رسانی اتفاق افتاده در چند سال گذشته به نظر من درست نیست این تبعیض ای خب یه ذره قبلتر بهش بیام عقبتر رسانه شکلش تغییر کرده فضا اینترنت اومده فضای در واقع مجازی اومده اپلیکیشن اومده شما گوگل سرچ میکنی پژمان رو بازداری پنجا صفحه باز شما میاره میزنی از خر فرادی صد صفحه باز شما میاره همه جور شما اطلاعات رو میخواین میتونید داشته باشید و خب این هم خوبه بهتر از اینه که ما فیلم رو میذاشتیم تو که که ممکن نیم و همین که یعنی ما دسترسی آسان تر شده و در این حال خیلی هم بد شده یعنی بعضی از رسانه ها تبدیل شدن به رسانه هایی که به ناحق از کارهایی تعریف میکنن که اون کار استحقاق این همه تعریف رو نداره من رسانه ها پولی شدن بعضی رسانوها. حالا من آلان. چون ندیدم <تصفح> کسی پول بده نمیخوام اصلا این رو بگم به این دلیل که مثلا میگم شما دیدی مثلا فلانی پول گرفته اینو گفته من باید برم تا ثابت کنم یه رسانی از من شکایت بکنه الان شکایتم راحت شد یا آقا ایشون شما آقای بازاری گفته ایشون پول گرفته رفته این کار کرد من میگم نه من چون ندیدم فکر میکنم به ناحق دارن از کارهایی که استحقاق این همه تعریف رو ندارن دارن در واقع تعریف میکنن بسیاری از فیلم هایی که شاید فیلم های بهتر و مناسب تری باشن دارن پایین میافتن و این تبعیض رسانه ای برای سینما ایران خوب نیست من ما به سی سری منتقد داشته باشیم من یادمه که ماهنامه فیلم یا هفته نام سینما وقتی میومد ما برگ رو تا کجا چاپ شده و کدوم چاپ خونه بوده میخوندیم یعنی تنها سرس های ما بوده برای سینما و حالا میخوندیم نقدش رو میخوندیم هایلایت اسخر نعیمی جز فیلم های بوده که من خودم دوست داشتم به این دلیل که فیلم جسارت قصه داشته یعنی ما همیشه تو سینما ایران خیانت رو تا یک جایی تعریف کرده بودیم و بعدش ازش به یک نوعی گذشته بودیم این فیلم داشت خیانت اتفاق افتاده حالا باید اتفاقی بیفته این جذابیت قصه در واقع راجع به بخشش بود راجع به بزرگی بود یه فیلم شاید مثلا از لحاظ کنش و واکنش شاید کنش و واکنش برونی نداشته باشه درونی بود ولی فیلم درونی بود. 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 بود فیلم آرامی بود, یه آدمی رفته زنش تصف کرده در کنار زنش یه مردی رو پیدا کرده بعد میره تو اون فیلم کفش زنش رو نگاه میکنه اتفاق افتاده اینا با هم شمال بودن حالا من باید چی بگم بعد حالا همه حوار میشن رو سرش که تو بی عرضه بودی اگه نمیکاری میرفتی زنت الان تاسف نکرده بود بعد یارو باید حالا جوابم پس بده و در نهایت قضیه تو اون سکانس آخر که بهش میگه لیوان قرصان به و قرص و آب رو برش میاره انگار که اون بخشش اتفاق افتاده از خانم جزء بچه بسیار درجه یک منتقد های خوب قلم به دست چون حضور زن ندارم نمیتونم الان فیلمایی که